چراغ دومین روز از 42 جشنواره فیلم فجر با نام مرحوم فریماه فرجامی روشن شد. بعد از اون در نشست خبری که برگزار شد، فیلم‌ها و برنامه‌های بخش بین‌الملل جشنواره هم معرفی شدند که قراره از چند روز دیگه کار این بخش هم در کاخ جشنواره آغاز بشه. تمساح خونی اولین فیلم اکران شده ی روز دوم جشنواره بود. این فیلم اولی که در بخش سودای سیمرغ به نمایش در اومد با مخاطبان زیادی همراه بود که یکی از مهمترین علتهای اون رو حضور دو جانبه جواد عزتی در این فیلم میدونن. جواد عزتی که چند سالی تونسته به عنوان بازیگر نقش‌های کمدی و جدی جایگاه ویژه‌ای روی پرده سینما به دست بیاره، حالا با اولین فیلمش وارد میدان رقابت شده تا خودش رو در کنار بازیگری توانمندش به عنوان یک کارگردان هم محک بزنه. خب قطعاً سینمای کمدی سینمای جذابی برای مخاطب این سالهای سینمای ایران و جواد عزتی هم با توجه به تجربه و کاری که در بازیگری داشته و دستی که جمع کرده بود و به عنوان یک فیلم سینمایی کمدی یک داستان تقریباً تازه‌ای رو گذاشته بود برای فیلمش، از این جهت خب امتیازات قابل توجهی داره، فیلم موفقی هست. اما یه جاهایی احساس میکردم که فیلم از اون جنبه کمدی که میخواد مخاطب رو بخندونه یه مقدار افت میکرد و شاید سر این ماجرا یه مقدار حالا شاید با تدوین دوباره چیزی این اتفاق بیفته. بزرگترین حسنی که توی این فیلم من دیدم استفاده کردن از موقعیت، یعنی آشنایی زدایی از یک موقعیت غیر کمیک برای ساخت یک موقعیت کمیک. فیلم کمدی جذابیه، هیجان انگیز، ریتم خوبی داره و به نظرم میتونه در اکران به واسطه این ریتم خوبش و کمدی که از جنس جواد عزتی هست و مردم سالهای سالی که نشون دادن که جنسش رو دوست دارن بسیار میتونه موفق باشه. نظر من گذشته از فیلمنامه جذاب و پرکششی که فیلم داشت و حالا قصه ای رو در واقع روایت میکرد، باید اشاره بکنیم به هماهنگی خیلی خوبی که بین جواد عزتی و عباس جمشیدی فر وجود داشت به عنوان یک زوج بازیگری توی این فیلم که کل فیلم رو در واقع به دوش کشیدم و شوخی هایی که اتفاق میافتاد و نحوه بیان و اون ارتباطی که این دو نفر با هم دیگه ایجاد کرده بودن خیلی برای مخاطب جذاب بود و به شخصه دنبال کردم و لذت بردم. بله خیلی سخت